همگی شما دوستان شبتون بخیر، امیدوارم که شب بسیار خوبی رو در کنار هم داشتید. نمیتونه غیر از این باشه. من که خودم هر وقت که در جمع ارامنه هموطنم قرار میگیرم بارها هم اینو گفتم، احساس این که در ایران هستم بهم دست میده. باور کنید این حقیقت محض. اجازه بفهمید که از میزبان عزیزمون، مهماندار عزیزمون آقای واهیک مارکاریان تشکر بکنیم. افتخارشون خواهش میکنم دست بزنید. آقای واهیک مارکاریان کانون بوکس ایرانیان در گلندل رو سال هاست که رابط هستن بین شما دوستان که الان همه اینجا جمع هستین. البته این کانون بوکس اسمش بوکس هست یا مشزنی هست، ولی دیدم که ورزشکاران بزرگ دیگری از رشته های مختلف در این مراسم و گرد همایی ها شرکت میکنن، از جمله خود من که هیچ وقت بوکسور نبودم و از همیشه پرالی بودم از بوکس، مشزنی و بوکسوری و این چیزا. ولی بزرگان ورزش ایران به این بهانه دور هم جمع شدن و واقعا شبهای خوبی رو گذروندیم. ماهی تقریبا یک بار، حالا گروهی شاید کوچیکتر شاید هم بزرگتر، در بعضی اوقات دور هم جمع شدن، نشستن با هم خاطرات گذشته رو مرور کردن، یاد دوران قدیم افتادن، راجع به وقایع امروز ورزش ایران صحبت کردن. اینا خودش همه زیباست و واقعا چه پذیرایی های قشنگی، چه مهر و دوستی و الفتی بین تمام این دوستانی که من بارها دیدمشون و افتخار آشنایی باشون رو داشتم. حضورتون عرض کنم که این برنامه ها 100% ادامه خواهد داشت و حتی من با خبر شدم که حدود 2 ماه دیگر یک گرد همایی بسیار بزرگ و مجلل برای قدردانی از چند ورزشکار ایرانی ارمنی برگزار خواهد شد. البته الان نمیتونم تاریخ دقیقش رو بهتون بگم، در جلسات آینده یا از طریق میدیا حتما این به اطلاعتون خواهد رسید. و این کار بزرگی است. متاسفانه در ایران امروز ما از ورزشکاران قدردانی نمیشه. اونچه که ورزشکاران به خصوص پیشکسوت ما شایستگیشی دارن بهشون ادا نمیشه. همین امروز بنده در برنامه تلویزیونی که ضبط میکردم از یک قهرمان زیبای اندام ایرانی یاد کردم به نام آقای بیت الله اسدپور، اگر اشتباه نکنم عباسپور باشه، بیت الله عباسپور، که ایشون قهرمان جهان شده در زیبایی اندام، ولی به علت التهاب‌های رگ‌های بدنش ایشون 55 کیلو از وزن بدنش کم شده و در گوشه بیمارستان در تهران بستری هست و دولت 1 دلار هم به او کمک نکرد. از جیب خودش 150 میلیون تومان خرج کرده. ولی جالب این است که یک قهرمان آمریکایی رقیب او در فیسبوک کمپین را انداخته و داره براش پول جمع میکنه، تا الان 5000 دلار جمع کرده. شما ببینید چقدر از مرحله این آقایون پرتر که قهرمانانشون، بزرگان ورزش و هنرشون رو اصلا توجهی بهش ندارن، کارهاشون یه چیزای دیگه است، در یه دنیای دیگه ای سر میکنن. این کانون ها، این گرد همایی ها باعث میشه که ارتباطات برقرار بشه و اگر خدای ناکرده یک اتفاقی، یک مشکلی برای کسی پیش بیاد، بتونیم دست یاری دراز کنیم به طرفشون. چون اگر ما دور هم جمع نشیم و این ارتباطات رو نداشته باشیم نمیتونیم با خبر باشیم، خیلی مشکله. این هستش که این گروه رو نگه داریم. این گروه، گروه بزرگی است که پایدار خواهد بود، جاودان خواهد بود. من میبینم از نسل‌های متفاوت اینجا هستن. فرشید انتقامی یکی از بوکسورهای بسیار خوب ما که در این جمع هست از یک نسل دیگه است. آقای پتروس نظربرگیان بزرگ، نمیدونم اینجا هستن هنوز یا نه، به افتخارشون هستن. آقای پتروس کجا هستن؟ کجا نشستن؟ آقای پتروس رو نمیبینم. به هر صورت، بله به هر صورت بزرگانی مثل پتروس نظربرگیان هستن. بازیکن بزرگ تیم ملی فوتبال ایران آقای کارو حقبرگیان اینجا. گارنیک معلم فوتبال ارامنه، معلم فوتبال ایرانی میگه. گارنیک مهرابیان.
حالا شاید بعضی از چهره ها رو من تو این یکم این نور کمه تشخیص ندم، عذر میخوام ازتون که نام نمیبرم، فقط خواستم چند نمونه بگم. این کانون رو باید حفظ کنیم، این کانون ها باید حفظ بشه، چون هسته اصلیش و بنیانش ورزشه و هیچ چیزی پاکتر از ورزش من در دنیا نمیشناسم. من نمیشناسم جز ورزش چیزی پاکتر. حتی دنیای هنر با تمام احترامش برای شما قائل هستم به پاکی دنیای ورزش نیست. اینو حفظش کنید. خود من که اینجا هستم دلیلش دلیل ورزش هست. ازتون میخوام که هیچ وقت این گروه ها رو، این تشکیلات رو، این کانون بوکس ایران در گلندل رو ترک نکنید. بزرگتر و بزرگترش کنید، به نسل های بعدیتون هم منتقل بدین این جریان رو و بتونیم به همدیگه دست یاری بدیم و کمک. آقای نادر رفیعی مدیر محترم و صاحب تلویزیون امید ایران در اینجا هستن. من ازشون خواهش میکنم چند کلامی هم ایشون صحبت بفرمایند. هر بار که من به گلندل میام باور کنید یه عرق مردمی در وجود من ایجاد میشه، عرق همبستگی، عرق عاشق بودن، با هم بودن، دوست بودن، رفیق بودن. وقتی که این خیابان‌های گلندل رو من با اتومبیلم طی می‌کنم و رانندگی می‌کنم در جمع می‌بینم که چه فضای گرم و گیرایی هست. جامعه ارامنه از خودش نشون داد که جزء اقلیت‌هایی است که لیاقت و شایستگی این رو داره که امروز جزء یکی از بهترین باشه. تاریخ نشون داده مسائلی که برای جامعه ارامنه به وجود آمد، برای اقلیت ارامنه، و به چه صورتی خودش رو تونسته در هر جایی که بوده نشون بده. جامعه ارامنه زمانی که در ایران رشد پیدا کرد نشون داد که قدرتیه در ورزش، در جامعه، در علم پزشکی، و تونستشون بده که میتونه یک مهره بسیار مهمی در جامعه باشه. به آمریکا آمدیم، به خارج از ایران سفر کردیم، به اینجام که آمدیم باز هم اون لیاقت و شایستگی خودشو نشون داد. و همه اینها حکایت از ریشه‌ای داره که درش اتحاد و همبستگیه، و این اتحاد و همبستگی رو باید دیگر ایرانیان در دیگر اقلیت‌ها و دیگر کشورها بیاموزند که زمانی که اقلیتی با تمامی کمی و کاستی‌هاش وقتی که میتونه چنین رشدی بکنه و به این صورت خودش رو در دنیا نشون بده باید تقدیرش کرد. و اون یکایک که شما هستی، یکایک که شمایی که برای ورزش، برای جامعه و برای مردمتون اهمیت قائل شدی، جوانیتون رو دادید به خاطر اینکه عاشق بودید، به خاطر عاشق ایران بودید، عاشق مردم ایران بودید. هیچ وقت تبعیضی من ندیدم در جامعه، در اقلیت ارامنه، بین دیگر جوامع، پزشکانی که هستن، ورزشکارانی که آمدن و یکتنه برای اسم ایران فداکاری کردن، از خود گذشتگی کردن. و درود به شرف یکایک شما ورزشکارانی که اینچنین نام ایران رو پر افتخار ساختید که امروز وقتی که میشینیم چشم به چشم هم دیگه میاندازیم با افتخار و با روی باز به هم دیگه نگاه کنیم. درود بر شما. راوت. یکی از شخصیت‌هایی که من واقعا براش احترام خاصی قائل هستم واهیک مارکاریان هست. هر کسی که عاشق باشه عشق او یعنی احترام به مردم، عشق او یعنی احترام به خانواده‌اش، عشق او یعنی احترام به خانواده گذشته‌اش هست. و کسی که به مردم احترام میگذاره، کسی که به ورزشش، به دوستانش، به کسانی که جز رفقای قدیمیش بودن، به کسانی که برای ایران از خود گذشتگی کردن،
احترام میگذاره باید به او احترام گذاشت و درود به مارکاریان که چنین شبهایی رو میسازه با تمامی گرفتاری ها با تمامی مشکلات جمع کردن این گروه کار آسانی نیست کار بسیار سختی اما امیدوارم که جامعه ما مثل مارکاریان فرق کنن مثل او اهمیت بدن به شخصیت هایی که برای جامعه زحمت کشیدن برای نام ایران زحمت کشیدن و امروز هم با تمامی این همه سالهایی که گذشته و موهای سپید اونها حکایت از هزاران خاطرات تلخ و شیرین داره باز هم وقتی که جمع میشیم به گذشته فکر میکنیم به نام ایران به ایران و ایرانی بودنتون درود بر شما پاینده باشید برقرار باشید البته اگر کسی دوست داره صحبت کنه با کمال میل در خدمتش هستیم فقط میخوام این اضافه کنم که امثال واهیک مارکاریان رو قدر بدونید همونطوری که نادرخان رفیعی گفت به خاطر اینکه با تمام وجودش با عشق این کار میکنه خود شما میدونید اگه میخواین یه مهمونی 10 نفره را بندازید چقدر مشکله یه کسی است که من خودم در این زمینه عشق و عاشقی بالاخره ید طولایی دارم شرایط بسیار سختی رو تحمل میکنم ولی یه چیزی رو که دوست دارم دنبالش هستم نگرانی نیستم که هزینش چقدر نگرانی نیستم که آیا میتونم این کار بکنم میرم تلاش میکنم دنبالش و 15-16 ساله دارم این برنامه ورزشی رو ادامه میدم به عشق با عشق و نادر نکته مهمی رو بهش اشاره کرد این عشق باید در وجود همه شما باشه به خاطر اینکه گفتم هسته اصلیش ورزشه و تا زمانی که با ورزش و ورزشکار هستید به نظر من زندگیتون با شکوهه من اینو بهتون قول میدم میبینم آدمی که الان 80 سالشه شاید 80 سالم بیشتر داره هنوز با شوق و ذوق از دوران جوانی و روزگار 15-16 سالگی و 20 سالگی صحبت میکنه این عشق و علاقه فقط در ورزش دیده میشه بنابراین از همتون برای حضور در برنامه امشب تشکر میکنم همونطور که خدمتون عرض کردم این برنامه ها خب طبیعتاً ادامه داره و حدوداً دو ماه دیگه منتظر اخبار بسیار خوبی باشید در مورد اون گرد همایی بزرگ بی‌نهایت سپاسگزارم از واهیک مارکاریان و تمام شما که اینجا هستید شب خوبی رو برای من و خودتون ساختید ممنونم شب همگی بخیر